با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه، جمعه پایان هفته، جمعه دوم نوامبر است و 11 آبان 1397، مثل هر جمعه در این ساعت میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز، عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا من به شما سلام میکنم. من هم با درود صبحگاهی به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان در سراسر دنیا از اینکه مهر و محبت میکنن و این زحماتی که شما میکشین رو میبینن و از جانب همه اونا از شما تشکر میکنم. آقای ممنون از مهر. ما هفته گذشته محروم بودیم از حضور شما، ولی خوشحالیم که این هفته میتونیم در خدمت شما باشیم. اولا هپی هالووین به قول فرنگی ها، بله، خوبی داشته باشیم. رفتی شکلات جمع کردین شما هم از در خونه ها؟ بله، ما هم شکلات جمع کردیم، هم شکلات دادیم آقای بهبهانی. شما شکلات میدین معمولا. عرضم به حضورت که بذار بریم سر اصل ماجرا. امروز هم وزیر دارایی آمریکا، هم وزیر خارجه و هم آقای بولتون راجب تحریما عرض زدن. البته آقای بولتون گفته که ما نمیخوایم به دوستانمون در این زمینه فشار بیاریم، ولی کاخ سفید اعلام کرده که نخیر، ما تمام تحریما رو به سال 2015 بر میگردنیم. این چی میفهمیم از این داستان؟ چه اتفاق داره میفته؟ همونطوری که آقای پرزیدنت ترامپ قول داده بودن، قسمت دوم این تحریمات که در واقع تحریمات نفتی، بانکی و میتونیم بگیم مؤسسات ایران هست، از یک شنبه شب یا دوشنبه صبح این مسئله شروع خواهد شد. البته آقای استیو منوچیان وزیر اقتصاد و آقای پامپئو وزیر امور خارجه دو شخصی هستند که در واقع برنامه ها رو زیر نظر دارن و وزارت امور خارجه آمریکا از نقطه نظر سیاسی و آقای منوچیان وزیر اقتصاد از نقطه نظر مسائل اقتصادی. اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ البته خب دوشنبه جزئیات بیشتری از این مسائل داده خواهد شد، ولی قصد آمریکا اینه که فروش نفت ایران رو به حد اقل امکان برسونه و درآمد ایران رو قطع بکنه که اشتهای سیاسی ایران در منطقه کم بشه و در این میان 8 کشور رو برای مدت کوتاهی مستثنا کردن، که البته فقط اسم 3 کشور رو اعلام کردن تا الان، که ژاپن، هند و کره جنوبی هست که میتونن برای مدت زمان دیگری از ایران به مقدار خیلی کم نفت بخرن و چند تا کشور دیگه اروپای، ببخشید، آسیای شرقی مثل کشورهای سنگاپور، اندونزی، مالزی و اینها، به خاطر اینکه سیستم‌های پالایشگاهی اینها رو نفت سنگین کار میکنه و ایران هم یکی از اون کشورهایی که نفت سنگین تولید میکنه و به نظر میرسه که به کشورهای اروپایی و کشورهای در واقع جامعه اتحادیه اروپا این اجازه را ندادن که از ایران نفت خریداری بکنن برای مدت چند ماه آینده. اتفاق دیگه که خواهد افتاد از دوشنبه اینه که رابطه بانکی ایران با سویفت، سیستم ارز خارجی ترانسفر کردن پولها، قطع میشه. فقط برای مسائل دارویی میتونه بانک مرکزی ایران این خرید رو بکنه، ولی در لابلای این اطلاعاتی که بیرون اومده به نظر میرسه که فشار 100% رو بانک مرکزی ایران نیوردن و غیر از مسائل دارویی و غذایی اجازه دادند که در مسائلی که اضطراری به نظر میرسه بانک مرکزی ایران بتونه از سیستم بین‌المللی سویفت استفاده بکنه. این جزئیات اتفاقی که از دوشنبه صبح خواهد افتاد. در واقع هدفی که امروز چون با آقای بولتون اشاره کردین، کاخ سفید اشاره کردین و دو نفری که گفتم آقای استیو منوچیان و آقای پامپئو، در واقع سیاست امروز آمریکا، سیاست کاخ سفید
اینه که ایران رو از دست اندازی به پایتخت‌های کشورهای عربی متوقف بکنه، از دست اندازی با جنگ با اسرائیل متوقف بکنه و در واقع اجازه بده که عربستان سعودی با کمک اسرائیل، مصر و بقیه کشورهای خلیج بتونن در مقابل ایران ایستادگی بکنن و اجازه ندن که ایران مرزها و کشورهای این کشورهای عربی رو مورد تخطی قرار بده و حداقل رژیم‌های داخلی اینها رو بی‌ثبات بکنه. در این میان باید نقش اسرائیل رو اینجا ببینیم چی هست، که در واقع من فکر میکنم مسئله اسرائیل خیلی حساسه اینجا، چون همونطور که در چند ماه گذشته دیدیم، از زمانی که در 2015 این برجام امضا شد، دیدیم که ایران چه قدرت در سوریه پیدا کرد و در واقع چه حرکات نظامی در مقابل اسرائیل انجام داد. البته خب لازم به اشاره است که تمام حملاتی که اسرائیل در سوریه به ایران کرد، ایران آمادگی دفاع از هیچ کدوم از این حملات رو نداشت، ولی قصد اسرائیل و آمریکا از این تحریمات فقط و فقط محدود کردن ایرانه و نقشه‌ای که حداقل سناریویی که نوشته شده اینه که پولی که آقای اوباما در آغاز شروع برجام به ایران داده، تونسته ایران رو نسبت به کشورهای عربی و نسبت به منطقه خاورمیانه بزرگتر بکنه و این اجازه رو بده که ایران بتونه با این کشورها و در این منطقه درگیری بکنه و در واقع ادعای حکومت و قدرت اول و صحبت اول خاورمیانه رو بگه. این مسئله که تحریم ها انجام خواهد داد، من فکر میکنم که این تحریم ها به سختی دوره قبل نخواهد بود. دوره قبل کشورهای اروپایی، چین و روسیه هم در اونجا بودن. امروز میدونیم که روسها بسیار همکاری شدیدی با ایران دارن، میدونیم که چینی ها بالاخره در مقابل نفتی که حالا دریافت کردن یا میکنن برای 90 روز آینده حداقل کالا به ایران خواهند داد، ولی برای من غیر قابل تصوره که جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره مجدد با آمریکا نشه. یعنی من نمیتونم ببینم که آیا اتاق فکری تهران حاضره که این رژیم خودشون رو مورد ریسک قرار بده، مورد خطر قرار بده، چون نمیخواد با آمریکا وارد مذاکره بشه. خب یه دفعه که مذاکره کردن، البته همه نگاه آقای بهبهانی به روز سه‌شنبه و انتخابات میان دوره خواهد بود و از اون زمان، یعنی از روز چهارشنبه به بعد، وقتی که مسائل سیاسی داخلی آمریکا و انتخاباتی آمریکا انجام شد، از اونجاست که اتاق فکری تهران تصمیم خواهد گرفت که آیا مذاکره خواهند کرد یا نخواهند کرد. بفرمایید. بله، به نکته درست و دقیقی اشاره کردین. تهران منتظر انتخابات آمریکاست. اونا فکر میکنن که شاید در این انتخابات کفه ترازو به نفع اونا عوض بشه و فکر میکنن اگر دموکرات ها در این انتخابات پیروز بشن، شاید در سیاست آقای ترامپ تاثیر بذاره، که من چنین چیزی رو در مورد ایران نمیبینم. ممکنه این انتخابات در سیاست های داخلی آمریکا تاثیر بذاره و آقای ترامپ رو به عقب نشینی وادار کنه در پاره ای از مسائل داخلی، ولی در مورد سیاست خارجی من چنین چیزی رو تو صفحه نمی بینم. آیا شما هم همینطوری نگاه میکنی یا؟ دقیقا، حداقل من فکر میکنم آقای بهبهانی که امروز سیاست خارجی آمریکا در رابطه با مسئله خاورمیانه بسیار روشنه. با بودن شخصی مثل بنجامین نتانیاهو در اسرائیل و پشتیبانی هایی که نتانیاهو از حداقل عربستان سعودی حتی در رابطه با همین مسئله قتل این خبرنگار انجام شده، نشون دهنده اینه که حداقل در پشت پرده تفاهم فکری بین دولت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هست و در واقع سیاست آمریکا امروز در خاورمیانه جلوگیری از نفوذ بیش از حد ایران در منطقه و بی‌ثبات کردن این مسئله است. بنابراین سیاست خارجی آمریکا امروز مشخص شده. حتی اگر مجلس آمریکا به دست دموکرات‌ها بیفته، من فکر می‌کنم که تغییری در رابطه با سیاست آمریکا نسبت به ایران و خاورمیانه انجام نخواهد شد
و این از اونجا سرچشمه میگیره که حداقل اگر تمام دموکرات‌ها موافق این مسئله نباشند که اتفاقی که در چند سال پیش افتاد، یعنی امضا کردن برجام و آزاد کردن پول‌ها، چیزی جز بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه نداد و آمریکا مجبور شد مجدداً نیروهای خودش رو اونجا نگه داره یا پیاده بکنه. و من شخصاً فکر می‌کنم که اتفاقی که خواهد افتاد اینه که با وجود حتی اگر این تصور رو بکنیم که مجلس هم به دست دموکرات‌ها بیفته، قدرت اجرای سیاست خارجی آمریکا در دست آقای پامپئو، بولتون و آقای پرزیدنت ترامپ خواهد بود و این مسئله رو به اندازه حداقل امکانی که در دست وزارت اقتصاد آمریکا است انجام میدن که فشار این تحریمات روی ایران از نقطه نظر نفتی، بانک و مؤسسات بیشتر بشه، ولی تغییر خاصی در سیاست دولت آمریکا با در نظر گرفتن انتخابات روز سه‌شنبه پیش نخواهد اومد. دقیقاً. یعنی من عقیده‌ام اینه که، یعنی حرفی که دکتر ودیعی سالها پیش تکرار میکرد و با اون باور دارم که این روش غلطه. یعنی اینکه باید به جای این کار غرب با ایران وارد معامله بشه و سعی کنن که این تنشا رو کم کنن از طریق روابط تجاری و رفت و آمدها، شاید کمک بیشتری به مردم شه. اما این باور منه، ولی در تصمیم آقای ترامپ اثری نداره، باور بنده هیچ تأثیری در این ماجرا نداره. ولی ایران دیروزم یک صحبتی روزنامه های انگلیسی کردن که روحانی گفته که علناً گفته که ما مشغول مذاکره هستیم با اروپایی ها که بتونیم در مورد خواسته هاشون در مناقشات منطقه‌ای خواسته های اونا رو اعمال بکنیم. خواسته های اونا هم همین خواسته های آمریکاست، یعنی اینکه ایران دست از شرارت در منطقه برداره. و حتی این ماجرایی که در دانمارک اتفاق افتاده، یه نفر گرفتن که پاسپورت نروژی داشته، ایرانی بوده، اومده اونجا ترور انجام بده، خب این باعث شد که وزرای خارجه کشورهای اسکاندیناوی، یعنی سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و ایسلند، با هم دیگه گفتگو بکنن و به یه اجماعی برسن. صبح از آقای نتانیاهو کردی در مورد این ماجرای قاشقچی، و این جالبه که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ گفته که آقا این موضوع رو کش نده، ما عربستان رو در مقابل ایران لازم داریم، بی خودی وارد این موضوع نشو. ضمن این که ام بی اس محمد بن سلمان هم گفته که من با آقای ترامپ گفتم که این آدم اسلامی خطرناک بود، مربوط به اخوانی ها بود. این صحبت آقای نتانیاهو رو چجور شما تفسیر میکنی؟ اصولا رسانه های اسرائیلی در این مورد چه موضوعی رو مطرح کردن؟ البته قبل که من راجع به موقعیت آقای نتانیاهو بگم، اشاره میکنم به توضیحی که شما دادین در رابطه با دستگیری یک ایرانی در کشور اروپایی. این رو دستگاه اطلاعاتی موساد این شخص رو ردیابی کرده بوده و اون اطلاعات رو موساد در اختیار دستگاه اطلاعاتی کشور اروپایی میذاره که این شخص رو دستگیر بکنن. البته اون کشورهای بلژیک و نروژ هم از این مسئله اطلاع داشتن که این شخص چه فعالیت هایی داره میکنه، ولی اطلاعات دقیقی رو که موساد در اختیار اینا قرار میده نه تنها شامل دستگیری این شخص میشه، بلکه دستگیری در واقع یک سلی که اونجا بوده و این فعالیت ها رو میکرد. اما در رابطه با آقای نتانیاهو، جالب به این بود که در این یک ماهی که، چون میدونه دوم اکتبر بود که ناپدید شدن این آقای جمال قاشقچی اعلام شد، امروز هم دوم نوامبر هستیم، دوم اکتبر تو دوم نوامبر، خب یک ماه گذشته از این مسئله، آقای نتانیاهو یک ماه ساکت موندن و صحبتی نکردن. و من فکر میکنم که به نفع نتانیاهو و دولت اسرائیل و موقعیت کشور اسرائیل نبود که در رابطه با این مسئله صحبت بکنه. آقای محمد بن سلمان امروز در واقع رهبر اصلی، پادشاه اصلی که در نقش ولیعهد داره عربستان سعودی رو به طرف جلو هدایت میکنه.
با وجود اینکه اون کنفرانسشون در کنفرانس ریاض، کنفرانس اقتصادی که داووس صحرا میخوندن، با تعدادی از نمایندگان شرکت بزرگ انجام شد، ولی خب چند تا کشور اینو تحریم کردن. همه اینها نشانگر یک مسئله است که اسرائیل و عربستان به این مسئله پی بردن که با پشتیبانی مالی عربستان سعودی و دستیابی در دست داشتن عربستان سعودی به در واقع پول بی نهایتی که از روی فروش نفت میتونه به دست بیاره و با فناوری که در اسرائیل از دخت نظر پیاده کردن برنامه های جدید تکنولوژی هست، این دو کشور و این منطقه میتونه با همدیگه اتحاد پیدا بکنه و در واقع اون چیزی رو که شاید همیشه کشورهای اروپایی و شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های آمریکایی ترس داشتن پیاده بکنه. منظورم دستیابی به یک قدرت و نیروی ارزان کارگری که در کشورهای عربی هست، ولی این کشورها احتیاج به تکنولوژی دارن، احتیاج به در واقع فناوری جدید علمی دارن. بنابراین این امروز به خاطر حداقل مسائل قومی، مذهبی و بقیه، چون عربستان و اسرائیل نمیتونن اون اتحاد رو پیدا بکنن، ولی دیدیم که در 25 سال 30 سال گذشته مصر و اسرائیل تونستن با هم کنار بیان. ممکنه که مردم مصر خوششون نیاد از قرارداد صلحی که مصر و اسرائیل بستن، ممکنه مردم اردن هم خوششون نیاد، همونطوری که هفته پیش دیدیم که پادشاه اردن یک قرارداد قسمتی از زمین‌های رو که به اسرائیل لیز دادن، دو تا جزیره کوچک در کنار رود اردن رو دیدیم که خب کنسل کردن و آقای نتانیاهو بلافاصله سفر آبمش رفتن عمان که باشون صحبت بکنن. همه اینها رو آقای بهبهانی در یک سفر که بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که آقای قاشقچی نقشی نداشته، یعنی در واقع یک نفر بیگناه بوده، شاید در یک زمان نادرست یا حالا به هر دلیلی که تونستن ایشون رو وارد این سفارت بکنن، حالا سربنیست شده، حالا یا جسد ایشون در ترکیه هست یا نیست، یا در اسید آب شده یا آب نشده، یا هر اتفاق دیگه که افتاده. من فکر میکنم که اتحاد پشت پرده اسرائیل و عربستان سعودی بالاتر از اینه و برای همین دلیل بود که آقای نتانیاهو ساکت موندن و در یکی دو روز گذشته شروع کردن به صحبت کردن که بله، ما احتیاج به عربستان سعودی داریم. امروز تنها کشوری که از نقطه نظر مالی و از نقطه نظر نظامی میتونه در مقابل ایران ایستادگی بکنه کشور عربستان سعودی. البته خب میدونیم که نیروهایی که عربستان سعودی در اختیار داره، خب بالاخره با پشتیبانی نیروهای آمریکایی و اروپایی دارن این کارو انجام میدن، ولی مسئله که هست، شما اشاره کردین که ایران و آمریکا میتونن از راه بازرگانی و تجارت رابطه‌شون رو بهتر بکنن، ولی شما عامل‌های مثل روسیه رو فراموش نکنید، عامل‌های مثل چین رو فراموش نکنید، کشورهایی که امروز میخوان وارد بازار تجارتی دنیا بشن. منظورم چین نیست، منظورم هنده، منظورم از اونجاست که قراردادهایی که هند و ایران دارن می‌بندن که از راه بلوچستان ایران کالاهای هندی بره به اون کشورهای در واقع بحر خزر و بقیه کشورهای آزاد شده اتحاد جماهیر رو شده بود. بنابراین امروز فکر میکنم اون اقتصاد آقای بهبهانی جایگزین شده، اون اقتصادی که احتیاج داشته بین آمریکا و ایران باشه، توسط هند و ایران، توسط چین و ایران، توسط روسیه و ایران هست. ولی در خاتمه من فکر میکنم تبادلات فرهنگی، تبادلات تجارتی در واقع رابطه هر دو کشور رو بهتر میکنه. ولی بعد از 40 سال از انقلاب یا از اون فتنه 57 میگذره، میبینیم که هنوز آمریکا نتونسته اون سیاست‌های خودش رو که در واقع با اون نحوی که میخواسته پیاده بکنه. و شاید هم آقای بهبهانی در خاتمه اینو بگم، به این نحو درست‌تر باشه و سودآورتر باشه برای کشور آمریکا، برای اینکه تمام تجارتی که هند و روسیه و چین با ایران میکنن در مقابل قراردادهای هنگفتی که از طریق نظامی و وسایل نظامی آمریکا، هواپیماهای جنگی، دستگاه‌های سیستم‌های پیشرفته نظامی آمریکا وقتی به عربستان سعودی و به بقیه کشورهای گلف فروخته میشه، بنابراین جا اونها را من فکر میکنم
ده چندان جایگزین کرده. بنابراین من این نتیجه گیری رو میکنم که شاید ما خیلی ساده بگم احتیاج به اون لولو خورخوره اون طرف آب داشته باشیم که اینها بخوانند اسلحه رو بخرن و معادن ذخایر نفتی خودشون رو بفروشن و اونها رو با اسلحه عوض بکنن. و دقیقا فکر میکنم این برنامه که سالیان سال اتفاق افتاده و در سالیان های در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت. حتما همینطور. من همون که شما گفتید یعنی روابط فرهنگی تو قالب تجاری روابط فرهنگی ایجاد بشه با چین که اون رو نمیتونه جامعه رو به سمت دنیای آزاد ببره، با روسیه که نمیشه دنیا رو به سمت آزاد برد. اما اتفاق مهمی که هفته گذشته رخ داد حمله به این کنیسه در پیتسبورگ بود و خیلی چیز غریبی بود و اینکه یه جنگی وجود داره. یک فیلمی رو نگاه میکردم به نام Free State of Jones، این مربوط به دوران همون جنگ های شمال و جنوب بود و این داستان به نظر من ادامه داره، یعنی همچنان میشه این رو دید. و نکته جالب این بودش که وقتی که پرزیدنت آمریکا، رئیس جمهور آمریکا وارد پیتسبورگ شد هیچکس به سراغش نرفت، یعنی هواپیماش اومد نشست، نه فرماندار نه شهردار نه هیچکس نرفت استقبال رئیس جمهور و این یه خیلی علامت بدیه. چه اتفاقی افتاد در پیتسبورگ و این رو چجوری تحلیل میکنی شما؟ خب شنبه پیش حمله شد به یکی از کنیسای یهودیان در شهر پیتسبورگ و که حداقل میتونیم بگیم مرگ بارترین رویدادی بود که در جامعه یهودیان آمریکا اتفاق افتاده بود. تا حالا چنین کشتاری از یهودیان انجام نشده بود در آمریکا، در کشوری که مطرح آزادی دنیاست. خب 11 نفر کشته شدن، 5 نفر از بازماندگان هالوکاست بودن در این برنامه و من فکر میکنم که سخنانی که این تیرانداز، این قاتل، وقتی که ازش سوال کردن که شما چرا این کار کردی، گفتش که خب من فکر میکنم که یهودیان قسمتی از کسانی بودن که جزء مهاجمین هستن و امروز کشور ما مورد تهاجم قرار گرفته، که البته این از سخنان مستقیم رئیس جمهور آمریکا برمیاد. وقتی شما این سوال رو میکنید که چرا به بازدید و استقبال آقای رئیس جمهور نرفتن، برای اینکه در اون قسمت آمریکا آقای بهبهانی اکثرا دموکرات لیبرال ها زندگی میکنن و خب اون احساس رو حداقل اون جامعه کرده بود که اتفاقی که افتاد شاید به خاطر گفتمان و صحبتها و تحریکایی که رئیس جمهور آمریکا با سخنان خودش از طریق توییتر و بقیه انجام میده. ولی من فقط به طور کوتاه چند دقیقه میخوام راجع به این که آیا واقعا یهودیان هستن که مورد تهاجم قرار گرفتن یا اینکه در واقع آمریکا چنین کشوری هست، این ساختمان جامعه، فبریک جامعه آمریکاست که به این نحو داره پیش میره. اجازه بدید من چند تا نکته تاریخی رو برای شما توضیح بدم که در واقع این اختلاف دموکرات و جمهوری خواهان رو امروز در پایان نتیجه گیری خواهم کرد. ما در آمریکا یک جنگ داخلی داشتیم، 600 هزار نفر در جنگ داخلی آمریکا کشته شدند. جنگ داخلی آمریکا بین شمالی ها که امروز میگیم دموکرات ها، لیبرال ها، و بین جنوبی ها که اون موقع برده فروش ها بودند. و این مسئله پیش اومده بود که شمالی ها میخواستن که جنوبی ها از کار بردگری بیرون بیان و متوقف بکنن این کار. اتفاقی که افتاد این بود که آمریکا برای 87 سال بردگری کرد و در پایان این بردگری به توسط خدماتی که ابراهام لینکلن به آمریکا کرد 4 میلیون سیاه پوست و برده رو آزاد کردن. ولی در طول این 87 سال شاید بیشتر از 4 میلیون دیگه از برده ها و سیاه پوستانی که برده بودن کشته شدن. نکته که اینجا پیش میاد اینه که آیا ژاپنی‌هایی هم که در
پایان یا ببخشید در زمان جنگ جهانی دوم گرفتند و در به کمپ بردند، آیا اونها هم یهودی بودند؟ آیا سیاه‌پوستانی هم که اینجا برده بودند اونها هم یهودی بودند؟ آیا سرخ‌پوست‌هایی که در آمریکا کشتند و زمین‌های اینها را قتل عام کردند و زمین‌های اینها را گرفتند و به سفیدپوستان دادند، آیا اونها هم یهودی بودند؟ من میتونم تا فردا صبح برای شما تاریخ آمریکا رو مرور بکنم و یک به یک براتون این مسئله رو روشن بکنم. ولی مسئله در یک جا هست. زمانی که ما میایم در آمریکا، یک سازمان، یک اینستیتوشنی به نام KKK میاد، کو کلاکس کلان میاد جلو و ادعا میکنه، و در زمانی که بر طبق آماری که هست در شهرهای مثل سافکس سیتی، نیویورک و در دنور، از هر 7 نفر آدمی که در اونجا زندگی میکردن یا از هر 10 نفری که زندگی میکردن، آقای بهبانی بیشتر از 50% اینها طرفدار KKK بودن، آیا اونها هم یهودی بودن؟ بنابراین من این نتیجه‌گیری رو میکنم که این تعصب نژادی در بافت و در واقع ساختار کشور آمریکا هست و بدون شک این یک شکست رهبران سیاسی این مملکته. با این مسائلی که من اشاره کردم، اگر در ذهن این نگه داریم و یاد بگیریم که اون 600 هزار نفری که در آمریکا در طول جنگ داخلی آمریکا کشته شدن فقط و فقط به خاطر ایدئولوژی فکری بود آقای بهبهانی، نه رنگشون بود، نه مذهبشون بود، نه قومشون بود. بنابراین اگر در کشوری که میاد خیلی کشورها جنگ داخلی داشتن، من متوجه هستم خیلی کشورها، ولی زمانی که ما میایم 100 هزار ژاپنی رو میگیریم میذاریم، ژاپنیایی که فرزندانشون در داخل ارتش آمریکا خدمت میکردن و پدر و مادرهاشون در داخل این کمپ بودن، آیا اینا نشانه چیه؟ آیا ببانی نتیجه گیری من اینه که خشونت صرفا بخشی از ساختار زندگی آمریکاییه. هیچ رقمی رو نمیتونه FBI بیاد بگه که هیت کرایمی که بر علیه یهودی انجام شده، اون جنایات تنفری که بهش میگن انجام شده در از زمان آقای پرزیدنت ترامپ رفته بود، 100% شکی درش هست. صحبت‌های نادرست ایشون، صحبت‌های غلط ایشون باعث شکاف بیشتری شده. ولی این خشونت‌ها، این مسائل از زمانی که حداقل من با تاریخ آمریکا آشنا شدم میدونم که بوده. من سرخپوستا رو اشاره کردم بهشون، من گروه های دیگر رو بهشون اشاره کردم. زمانی که در آمریکا لینچینگ میکردن، آدم ها رو به دار میزدن بدون محاکمه، سیاه ها رو دار میزدن و آدم های دیگر رو که دوست نداشتن قسمتی از این جامعه باشن از بین میبردن. بنابراین اگه شما برگردید به دهه 1900، 1910، 1920 نگاه بکنید، تاریخچه KKK و بقیه سازمان ها و بقیه سیستم های رهبری که در آمریکا به وجود اومده، ببینیم چیز جدیدی نیست. و در واقع من اتفاقی که در پیتسبرگ افتاد رو غیر مترقبه نمی دیدم. یعنی من همیشه فکر می کردم که من حداقل اگر خودم وارد یه ساختمان فدرال آمریکا میشم، این توقع رو دارم که منو سرچ بکنن، بگردن با دستگاه و من وارد اون ساختمان فدرال دولت آمریکا بشم. بنابراین درسته که آمریکا مهد آزادیه، درسته که ما در آمریکا صحبت از این میکنیم که در واقع پیشرفته ترین کشور دنیا هستیم، ولی من فکر میکنم که از عصر ایدئال آمریکا رو به پایانه. من فکر میکنم که مطبوعات هم نتونستن از آقای ترامپ بهتر باشن و اونها هم این جنگ نفرت رو دارن ادامه میدن. امروز اگر آزادی بیان، آزادی مذهب که جزو در واقع قوانین اولیه این کشور بوده که با هم دیگه ساخته شدن، میبینیم که این دیگه اینجا آزادی بیان وجود نداره، اینجا آزادی مذهب در واقع بر طبق قوانین آمریکا وجود داره، ولی میبینیم که یک نفر میتونه به خاطر اینکه اختلاف سیاسی داره برای رؤسای جمهوری سابق آمریکا و سران حزب مخالف بمب بفرسته. بنابراین همه اینها به خاطر یک مسئله است و این نامفهوم بودن و صحبت‌های رهبران سیاسی آمریکاست و برای اینه که فقط سر قدرت باشن، برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ بتونه مجلس آمریکا رو در دست نگه داره که مبادا مورد ایمپیچمنت و استیضاح قرار بگیره، صحبت‌هایی رو میکنه که در واقع خشونت و نفرت می‌آفرینه. و در اینجاست که من فکر می‌کنم حداقل مطبوعات مردود شدن، رد شدن و نتونستن این بیماری، آقای بهبهانی این یک بیماریه، کشتار مدارس یک بیماریه. وقتی که جوان ها میرن تو مدرسه
همکلاسی های خودشون، استادان و معلمان خودشون رو میکشن، آیا در واقع من تعجب میکنم که به کنیسه یهودی حمله کردن؟ نه خیر، ایشون هم اگر تحت تاثیر صحبت های دستگاه، حداقل من فقط نمیتونم بگم پرزیدنت ترامپ، برای اینکه طرفداران آقای پرزیدنت ترامپ هم صحبت های رو میکنن که حداقل من و شما ممکن نشنیده باشیم، وقتی ازشون سوال میکنن، از این قاتل سوال میکنن چرا 11 نفر رو کشته، چرا این آدمایی که 90 سال 96 سال 10 سال در کانسنتریشن کمپ آلمان ها بودن چرا اینها رو کشتی، گفتش که اینها یهودی بودن و از نظر من همه یهودی ها باید کشته بشن. خب من اشاره کردم سرخ پوست ها رو پاک کردن، دیدیم که چطور 87 سال سیاه ها رو به آهن کشیدن. بنابراین من این نتیجه‌گیری میکنم که هیچ آماری بالا نرفته، این یک بیماریه که از 1776 در جامعه آمریکا هست و گهگاهی این بیماری توسط سیاستمداران مصری‌تر میشه و امروز هم آقای بهبهانی در گیرودار این هستیم و میبینیم که یک انتخابات میان دوره‌ای که در واقع تبلیغاتی داره میشه. من خودم رو میگم آقای بهبهانی، هر روزی نیست که به تلفن دستی من تکس نشه که آقا یادت نره رای بدی ها، آقا یادت نره رای بدی. بنابراین ببینید مسائل چطور داره در این کشور پیش میره و تا زمانی که اصلاً در اینجا باشه خشونت و کشتار و این حملات هم در این کشور ادامه خواهد داشت. بفرمایید. ممنونم ازت. عرضم به حضورت تصادفاً دیشب رفته بودم به این فروشگاه بزرگ هولسام چویس که یه فروشگاه بزرگ ایرانی چیز عجیب و غریبی است. اطراف اونجا یه کوچه است، تو این کوچهه تو اون منطقه در حقیقت سه تا کنیسه است. برای من عجیب بود که رو در اینا دیشب نگاه میکردم نوشته بود همین Jews are invaded، یعنی اینا یهودی ها اومدن اشغال کنن مملکت رو در کنیسه. خب این اشاره کردی وقتی 1860 لینکلن میاد به عنوان یه جمهوری خواه از شمال و آزادی برده ها رو اعلام میکنه اینا، خب این افکار لیبرالی و ترقی خواهانه توی حزب ریپابلیکه. تا 1936 فکر میکنم که فرانکلین روزولت میاد رئیس جمهور میشه و اونجا یه تغییراتی رو ایجاد میکنه و اینا موفق میشن که این تغییر رو صورت بده، یعنی ریپابلیک و دموکرات این در این سالی که اهداف ایدئولوژیشون تغییر میکنه و تا قبل از اون ریپابلیکن ها لیبرال ها محسوب میشدن و از اون تاریخ به بعد این سویچ میشه بین دموکرات ها و به درستی اشاره میکنی و باز هم درسته نقش مطبوعات ترامپ هم راست میگه یه جایی که آقا این مطبوعاتن که این کارو دامن میزنه، ولی خودشو پاشو میکشه بیرون و شما به درستی اشاره کردی به خاطر یه تبلیغات انتخاباتی چگونه این ماجرا شکل میگیره. خیلی عجیبه، یعنی آیا واقعا آمریکا داره افول میکنه؟ آیا آمریکا اون جایی که مجسمه آزادی مظهرش بود امروز داره همه چیز رو از دست میده؟ بذار پرسش آخرم رو بذارم بر سر همین موضوع انتخابات. انتخابات سه روز چهار روز دیگه انتخاباته، صحنه رو چجوری میبینی؟ این هم آقای بهبهانی در واقع اتفاقی که خواهد افتاد روز سه شنبه اینه که من فکر میکنم به طور خلاصه سنا در دست جمهوری خواه خواهد موند. البته پیشبینی خیلی کار مشکلیه، بعد از اون مسئله 2016 و اتفاقاتی که افتاد و دیدیم که چطور همگان میتونن اشتباه بکنن، ولی حداقل امروز برداشت و روند فکری در این راهی که سنای آمریکا در دست جمهوری خواه خواهد موند، شاید هم بتونن یک یا دو کرسی به اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا اضافه بشه، اما مجلس آمریکا صحبت دیگری است و اتفاقی که در اونجا خواهد افتاد حداقل برای دموکرات‌ها اینه که تعداد کرسی‌هایی رو در مجلس دارن زیاد میشه
و شانس این که مجلس رو از دست دموکرات ها، از دست جمهوری خواه ها در بیارن بسیار بسیار زیاده و من فکر میکنم اتفاق میفته. ولی در کنار همه این مسائل باید نگاه بکنیم که آیا برنامه های انتخاباتی و مسافرت های سفرهای انتخاباتی آقای پرزیدنت ترامپ چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا واقعا سعی آقای پرزیدنت ترامپ اینه که مجلس هم اجازه نده که مجلس هم به دست دموکرات ها بیفته؟ من فکر میکنم که ایشون سعی خودشون رو کردند و در اینجا من فکر میکنم که انتخاب اون آقای جاج کاونارد به کرسی دادگاه سوپریم آمریکا، دادگاه عالی آمریکا، حداقل جمهوری‌خواهای بیشتری رو بیرون خواهد آورد. این انتخابات به روی سه گروه تصمیم گیری خواهد شد آقای بهبهانی. اولا که چقدر از جوانها بیان بیرون و دوم اینه که چقدر از زنان بیان بیرون. من فکر میکنم این موومنت میتو که حداقل نقش زنان رو در آمریکا میخواد دگرگون بکنه و اجازه نده که حقوق بانوان پایمال بشه در آمریکا، اونها نقش عمده خواهند داشت. ولی انتخابات بسیار بسیار نزدیک خواهد بود. منظورم اینه که در مجلس هیچ کدوم از این حزب ها، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، نمیتونن برتری 20 صندلی، 20 کرسی یا 30 کرسی مثل دورهای قبل داشته باشن. ولی لازم به اشاره است آقای بهبهانی که به طور کل در هر دوره که کاخ سفید در دست یک حزب میاد و سنا هم در دست همون حزب هست، مجلس همیشه عوض میشه و به دست حزب مخالف میفته. این قسمتی از اون سیستمیه که ما بشکیم checks and balances و مردم آمریکا این رو یاد گرفتن که حداقل به طور مخالف رای بدن، برای اینکه اگر مجلس هم در دست جمهوری خواه باشه، اون سیستم در واقع اجرایی آمریکا، سیستم انتخاباتی آمریکا دیگه به طور کلی فانکشن و عمل درستی نخواهد کرد. بنابراین به نفع سیستم، به نفع مردم و که مجلس به دست دموکرات ها بیفته و در اونجاست که شاید مشکلاتی برای آقای پرزیدنت ترامپ ایجاد بکنن. فراموش نکنین که پشت پرده آقای مولر هم هنوز اونجاست و من یاد میکنم از سخن آقای پرزیدنت اوباما که چند روز پیش گفتن که در زمانی که من رئیس جمهور بودم هیچ کس در داخل ادمنستریشن من یا کسایی که برای من قبلا کار میکردن یا هر چیزی مورد اتهام قرار نگرفتن و زندانی نشدن. خب مسئله درستیه، نکته درستیه، ولی این انتخابات به نظر میرسه که برای اولین دفعه نه تنها اثرات داخلی در آمریکا داشته باشه، شاید هم اثرات خارجی داشته باشه. منظورم مسئله جنگ اقتصادی که با چین شروع شده، منظورم مسائلی که در خاورمیانه پیش اومده با ایران و کشورهای دیگه، همه اینها اگر مجلس برگرده، خب بالاخره چینی ها زیاد باج به آمریکا نخواهند داد، ولی اگر مجلس در دست جمهوری خواه بمونه، چینی ها چاره جز مسئله مذاکره و کنار اومدن با آمریکایی‌ها ندارن. ولی همه اینا آقای بهبهانی بستگی داره که روز سه‌شنبه شب ساعت 10 شب. ولی دو سه تا مسئله دیگه این وسط هست، که این مسئله این است که آقای ترامپ خیلی حرکت‌های تندی رو انجام میده. یکی این ماجرای کروانه، این ادهی که از آمریکای مرکزی حرکت کردن، من هنوزم در حیرتم که اینا رو کی سامان داد، چی کسی پشت این داستانه که اینا حرکت کنن، در حالی که اینا هنوز هزاران مایل با اینجا فاصله دارن. آقای ترامپ مرتب داره میکوه برای اینکه ما ارتش رو میبرم اونجا و فرمان تیراندازی داده که اگه اینا حرکت کردن به اینا تیراندازی کنه. خب یکی اینه، یکی این مسئله تولد در خاک آمریکاست و این رو هم آقای ترامپ میگه من یه تنه میخوام حلش بکنم، در حالی که این بخشی از قانون اساسی و رئیس جمهور نمیتونه قانون اساسی رو تغییر بده. با این دوتا حرکت من فکر میکنم حتی خطر این که یا اینکه احتمال خطر که ما نمیدونیم، ولی احتمال این که حتی سنا رو هم از دست بدن زیاد. آقای بوتراز این رو دست کم نگیرین. آقای بهبهانی سنا رو من نمیبینم، مجلس رو میتونم ببینم. سنا امروز با اکثریت 50 و شماره کسانی که
صندلی و کرسیشون مورد انتخاب هست و در مناطقی که هستن من سنا رو نمیبینم، ولی مجلس رو شانس بسیار بسیار زیاد میدم و فکر میکنم که اینطوری عملی بشه. اما در رابطه با این مسئله کاروان که شما دارین صحبت میکنین و اون تولد در خاک آمریکا، از نظر من اون تولد در خاک آمریکا چیزی جز یک تبلیغ سیاسی و آوردن بیشتر رأی برای جمهوری خواها نیست. دلیلش هم اینه که مسئله تولد در خاک آمریکا اتفاقیه که یک قانون اساسیه و اگه قانون اساسی آمریکا امن بشه، ترمیم بشه یا عوض بشه، احتیاج به بیشتر از 90 رأی در سنا داریم که چنین چیزی امکان پذیر در این جو سیاسی مسموم شده ای که در آمریکا وجود داره، چون امروز یه مسمومیت نفرت انگیزی در صحنه سیاسی آمریکا حکومت میکنه و ترس از طرف مقابل که در واقع هر اتفاقی که میفته تقصیر دموکرات هاست و دموکرات هم هر اتفاقی که میفته تقصیر جمهوری هاست. بنابراین یک بیماری در روح و روان آمریکا به وجود اومده، یک بحران خشونت به وجود اومده و این خشونت آقای بهبهانی ناشی از نفرتیه که در عصر ترامپ بیشتر شده. در رابطه با این مسئله ای که 15,000 نیرو میخوان بفرستن به مرز آمریکا، یعنی بیشتر از شماره سربازان آمریکا در افغانستان، بیشتر از شماره سربازان آمریکا کامباین در عراق و سوریه، بنابراین اهمیت نداره که اگر آقای ترامپ یا دستگاه جمهوری خواه میگن آقای جورج سورس اون دموکرات طرفدار دموکرات ها که یهودی هم هست، ایشونه که داره پول میده این 7,000 نفر رو بیان، که بنده بعید میبینم، ولی خب امکانش هم هست، شما آشنایی ندارم که آقای سورس چه کار میخواد بکنه. ولی شما درست میگین، یک نیرو، یک دستگاه، یک بالاخره گروهی هستن که پشت سر این کاروان باشن، ولی اینها از نقطه نظر من زمانی که وارد خاک آمریکا میشن، 7,000 نفر که آقای بهبهانی گشنه و تشنه که نمیتونن بیان با سرباز یا ماموران جنگی آمریکا، ماموران نظامی آمریکا وارد جنگ بشن. بنابراین اینها رو به حساب اینکه ایشون داره از این آقای پرزیدنت ترامپ دارن از این مسائل به عنوان تبلیغ و اینکه بتونن در واقع طرفداران حزب جمهوری خواه رو بیارن بیرون که مجلس هم در دست خودشون نگه داشته باشن. اون مسئله تولد در خاک آمریکا رو با وجود اینکه من دیشب با یکی از دوستان و وکیلم صحبت میکردم که ایشون گفتن که نه خیر میتونن این کار رو انجام بدن، من گفتم که خب شما هم یک ایده دارید و نظر شماست، این نظر شما فقط یک نظره و نمیتونه کاملا درست باشه. من فکر میکنم که تولد در خاک آمریکا مسئله رو اصلا کنار بذارین، ولی فرستادن این نیروها در مرز، دستور تیراندازی رو آقای بهبهانی، آقای جنرال ماتیس که در واقع وزیر دفاع آمریکا هست، باید بده. و همونطوری که میدونیم ممکنه آقای ماتیس بعد از این انتخابات در کابینه آقای ترامپ نباشه، چون زمانی که میبینیم آقای ماتیس بدون اینکه مخالفتی بکنه با کاخ سفید دستور میده که این نیروها برن اونجا، مرزهای آمریکا احتیاج به نظامی شدن نداره آقای بهبهانی. مرزهای آمریکا، این کشور همیشه کشوری بوده که آغوشش رو به روی مهاجرین باز کرده، کشور مهاجرنشینیه. من موافق این مسئله هستم که مهاجرت به طریق قانونی و درست انجام بشه، ولی این کشور همیشه آغوشش رو به روی مهاجرین باز کرده و امروز اگر گروه یا دسته های مخالف کاخ سفید، مخالف آقای ترامپ هستن و این کاروان رو راه میندازن میارن اینجا، خب اگر مسائل قانونی به هر سبکی که هست که من باش آشنایی ندارم، طریقه تقاضای پناهندگی بیان تقاضای پناهندگی بکنن و من مطمئن هستم که اینها رو اجازه میدن و در کمپ های نگه خواهند داشت، ولی زیاد اجازه ندین که این مطبوعات ببینید آقای بهبهانی، شما از هر صنف سیاسی، طیف سیاسی که باشین، به اون اخبار، به اون کانال تلویزیونی و به اون مطبوعاتی نگاه میکنین که نزدیک به فکر شما هستن. اگر شما دموکرات هستید، خب مطبوعات طرفدار دموکرات ها رو مطالعه می کنید. اگر شما جمهوری ها هستید، مطبوعات و کانال های تلویزیونی و رادیوهایی که جمهوری ها هستن نگاه می کنید. بنابراین هر کسی آقای بهبهانی بیشتر از این دیگه این کشور نمیتونه پولارایز بشه، جدا بشه. امروز در سطح کاملش وجود داره و من اینو میتونم در خاتمه بگم آقای بهبهانی که آقای پرزیدنت ترامپ، حالا چه آدمایی که فکر میکنه ایشون باهوش هست یا نیست، به نحو احسن از این مسئله، منظورم از مسئله این که در واقع اختلاف سیاسی آمریکا رو، به نحو احسن داره ازش استفاده میکنه و کمپ مخالف رو
داره میکوبه. بنابراین اگر دیدید که ایشون در پیتسبرگ مورد استقبال قرار نگرفت، به خاطر صحبت‌های نادرستی که از نظر من میگه و این صحبت‌ها ارزش این که این کشور رو بیشتر از این وارد خشونت و نفرت بکنه نداره. بفهم. ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت از اینکه مهر می‌کنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. از شما سپاسگزارم، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنینت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم از شما یارب. با تشکر و بدرود. متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت بوتساز و امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشه. به هر حال شرایط خطیری است و افولی است در اخلاق سیاسی. آمریکا یه روزی مهد آزادی و دموکراسی بود، امروز یه جامعه قطبی است و نفرت. میگم این خیلی چیز غریبی بود. من دیشب دیدم تو اون منطقه، میگم 3 کنیسه هست و در هر سش فحش وضعیت نوشته بودن. عجیب. بها ممنونم از شما، سپاسگزار از همه مهرت، از اینکه برنامه رو دنبال میکنید. از شما هم ممنون و متشکرم. برای شما هم آرزوی بهترین دارم. خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی بکن، به سایت میهن بیاید، اپلیکیشن رو دانلود کنید، به شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. این شبکه ها، در این شبکه ها سابسکرایب شوید و ما رو حمایت مالی کنید. من عاجزانه از شما خواهش میکنم، ما مشکل مالی داریم، خواهش میکنم مددرسان ما باش. متشکرم از شما.